شبهای تهران می کند پنهان صحنه بسیار از چشم انسان. سلام به موبکس دوست داشتنی، امیدوارم خوب باشین. قسمت دوم بازارگردی و این بار پاساژ چهارسو. بریم ببینیم تو پاساژ چهارسو چه خبره و چه اتفاقاتی میفته و جای خوبی از واسه خرید یا نه. با من در ادامه ویدیو همراه باشین. نکته اولی که به چشم میخوره اینه که برعکس علایالدین اینجا خیلی تمیزه، طراحیش خیلی مدرنه و حالا بعدا تو قسمتهای بعدی که برم بازار موبایل اونجا رو هم بهتون نشون میدم، اونجا هم خیلی جدیدتر نسبت به علایالدین، ولی اینجوری طراحی مدرن نداره. منظورم از طراحی مدرن این فضاییه که توی پله برقیاش ایجاد شده و خیلی فضای بازیه و مغازه همشون دور تا دور پاساژن و این یه نکته خیلی مثبتیه که این پاساژ نسبت به پاساژ علایالدین داره. اگه بخوام خیلی خودمونی بگم، واسه یه یوزر معمولی پاساژ چهارسو خیلی حس بهتری داره و خیلی جذابتره واسه اینکه بیاد بچرخه و با گوشی‌های مختلف کار کنه. توی طبقه همکف که وارد بشین اولین چیزی که میبینید نمایندگی های مختلفیه که وجود داره توی پاساژ و نمایندگی سامسونگ و هواوی و LG، اینا نمایندگی های رسمی هن که توی طبقه همکف هستن. بقیه فروشگاه ها هم توی طبقه همکف بیشتر فروشگاه لایو دمو هستن، این امکانو به شما میدن که برید با گوشی ها کار کنید. یه نکته ای رو بگم در مورد پاساژ چهارسو، شاید خیلی ها ندونن، اون اوایل که این پاساژ قرار بود افتتاح بشه قرار بود که طبقه همکف فقط واسه شو باشه و اصلا توش فرآیند فروش انجام نشه و واسه فروش برن طبقه های بالا، ولی خب بعد اینکه افتتاح شد و کارش را افتاد اینجوری شد که طبقه همکف هم همه فروشگاه میتونن به شما گوشی بفروشن و همین قضیه باعث شد که کسایی که تو طبقه های بالا مبتنی بر این که قراره تو همکف فقط شو باشه، اونایی که طبقه بالا مغازه گرفته بودن که بتونن بفروشن، یه ذره دلخور شدن. این یه نکته بود که من از یکی شنیدم، نمیدونم، گفتم با شما هم در میون بذارم. بریم طبقه بالا، طبقه همکف رو تقریبا گفتم بهتون، بریم طبقه اول ببینیم اونجا چه اتفاقایی میفته. نکته خوبی که توی پاساژ چهارسو توی مرحله اول به چشم میخوره دسترسی به طبقات از طریق پله برقی. پله برقی های این پاساژ من هر دفعه اومدم کاملا سالم بوده و کار میکرده و خیلی راحت میتونستید از طریق پله برقی برین توی طبقه های مختلف بچرخین، هم بالا هم پایین دو طرفه میره و میاد و خیلی هم همیشه سالمه و کار میکنه. ولی در مورد آسانسورش اگه بخوام بگم، با اینکه 6 تا آسانسور داره اینجا ولی بازم خیلی خنگن آسانسوراش، وقتی میزنی 2 ساعت باید صبر کنی بیاد، بعد مثلا توی سری طبقه ها وای نمیسته. توی طبقه اول اتفاقی که میفته، مغازه های کوچیکتری نسبت به طبقه همکف وجود داره که اکثرشون کار خرده فروشی انجام میدن. اینجا هم یه سری نمایندگی رسمی هست، مثل مثلا گروه هماهنگ سامسونگ، اینجا مثلا گروه هماهنگ سامسونگ، اون بعد دوباره سامسونگ دیگه هست، نمایندگی یه دونه کوچولوی هواوی هست، نمیدونم رسمی هست یا نه، ولی اکثر مغازه‌ها تو طبقه اول تک فروشی هن، مغازه های شخصی هن و هر کسی واسه خودش کار میکنه و مثلا این اینجوری نیستش که بگید گوشی با گارانتی نمیفروشن، نه، ولی خب مغازه ها مغازه های شخصی هن و واسه نمایندگی ها نیست. این طبقه اول. از طبقه اول بریم سمت طبقه دوم. توی پله برقیش یه نکته ای رو بهتون بگم، یه خوبی که پاساژ چهارسو نسبت به علایالدین داره مغازه داراشن که زیاد به فرما نمیزنن اصطلاحا به شما، یعنی توی مغازه هاشون نشستن و کار خودشون رو میکنن. تو علایالدین که بری تو طبقه های همکفش میخوام بکشنت تو مغازه و حس خوبی به آدم نمیده، حداقل به من که حس خوبی نمیده،
ولی اینجا فروشنده‌هاش یه ذره پرستیژ بیشتری نسبت به فروشنده‌های علایالدین دارن. اونم دلیلش رو توی قسمت قبلی بازارگردی که مخصوص علایالدین بود گفتم، اکثر فروشنده‌ها توی علایالدین فروشنده نیستن، کاسبن. توی طبقه دوم که بیاین دوباره اتفاقی که میفته، مغازه‌ها همه شخصی‌ان و میره به سمت لوازم جانبی. اینجا هر لوازم جانبی رو که ببینید، یعنی بخواید و میتونید پیدا کنید، خیلی بعیده که پیدا نشه، چون تعداد مغازه‌هایی که کار لوازم جانبی میکنن از طبقه دوم و سوم شروع میشه تا طبقه چهارم و خیلی فروشگاه‌های مختلفی وجود داره که اکثرشون هم به صورت عمده کار میکنن با خارج از پاساژ با شهرستان‌ها. ولی خب شما اگر بیاین احتمالش خیلی کمه که لوازم جانبی رو بخواید و توی این پاساژ پیدا نکنید. یه نگاهی به طبقه دوم بندازیم و بعدش بریم طبقه سوم. یه نکته بگم درباره پاساژ چهارسو. طبقه های دوم، سوم، چهارم، با اینکه تقریبا چند سالی میشه که از این پاساژ شروع کار این پاساژ میگذره، بازم راهروهای جانبیش، این راهروهایی که پشت راهروهای اصلی ان، رونق خیلی زیادی ندارن. هر موقع من اومدم خیلی از مغازه‌های راهروهای پشتی بسته بوده، دلیلشو نمیدونم، فکر کنم بازارشون نگرفته یا اصلا بیزینسشون چیز دیگه ای و پشت پرده کار میکنن و این پوششه هنوز نمیدونم. ولی با توجه به تجربه‌ای که خودم دارم، این پشتا یه سری چیزا بعضی موقعا پیدا میشه که هیچ جا پیدا نمیشه. بریم طبقه سوم ببینیم اونجا چه خبره. اینجا طبقه سومه. یه نکته ای که من همیشه گیج و مبهوتم در موردش اینه که خیلی موقع‌ها شده میام، الان تقریبا ساعت 8 که من دارم، 8 شبه که من دارم این ولاگ رو رکورد میکنم و خیلی از مغازه‌ها همونطور که میبینین بستن. من نمیدونم سیاستشونه که میبندن زود میرن، ساعت 8 دیگه فکر کنم پیک خرید باشه، مخصوصا واسه یه پاساژی که مثل اینجا هم سینما داره هم امکانات رفاهی داره. در کل نمیدونم چه اتفاقی اینجا میفته. توی طبقه سوم هم پر از قاب و دنیایی از قاب و لوازم جانبی وجود داره که فکر کنم خیلی راحت بتونید توشون چیزی که میخواین رو پیدا کنید. بعد از اینکه طبقه همکف یا اول گوشی خریدین، از طبقه دوم و سوم میتونید براش لوازم جانبی پیدا کنید. من میرم طبقه چهارم و دیگه فکر نکنم نکته‌ای باشه تو طبقه چهارم و چیزی نمیگم. طبقه چهارم رو فقط ازش یه تایم لپس ببینید تا بریم طبقه پنجم و فود کورت. تو پله برقی رسیدم به فود کورت، این طبقه پنجم. طبقه پنجم پاساژ چهارسو، اتفاقی که میفته اینه که همیشه دارید میشنوید، نمیدونم الان صداش میاد یا نه، پیج میشه فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد، لطفاً بفرمایید برای چک بلیت. اینجا اتفاقی که میفته سینما داره و یه اتفاق خیلی خوبه، یعنی شما میتونید برنامه‌ریزی کنید که بیاید واسه خرید گوشی و بعدش هم برید یه بلیت سینما بخرید و فیلم ببینید. اینجا سینماش یکی از بهترین سینماییه که تو تهران من رفتم و خیلی کیفیت سالوناش و اتفاقایی که میفته خیلی جذابه. اینجا هم میتونید سینماشو ببینید، اینجا بلیت میخرید و میرید سینما. یه اتفاق دیگه که توی طبقه پنجم اینجا میفته فود کورتشه که انواع و اقسام فست‌فودها و غذاهای ایرانیو داره و خیلی خوبه که خیلی بزرگه. هر چقدر بخواید اینجا جا واسه نشستن هست و میتونید خیلی راحت بیاید اینجا نوشیدنی یا غذا رو سفارش بدین و بخورین، چیزی که توی بازارگردی قبلی تو علایالدین بهتون وجود نداره. و یکی از نقاط مثبت دیگه ای که چهارسو نسبت به علایالدین داره همین فود کورتشه که خیلی راحت میتونید دسترسی پیدا کنید به انواع و اقسام غذاهای مختلف و بیایید و میل کنید و خستگیتون رو در کنید، نوشیدنی‌های مختلف و یه تایم لپس ببینیم از طبقه پنجم.
درباره پاساژ چارسو. توی این پاساژ کشیدن سیگار ممنوعه، برعکس پاساژ علایالدین. شما تو پاساژ علایالدین تو هر طبقه که قدم بزنید هر لحظه ممکنه دود سیگار یکی دیگه بیاد تو چشمتون، ولی اینجا یه بخشی رو داره توی طبقه پنجمش که میتونید برید و سیگار بکشین و به جز اینجا نمیتونید جای دیگه سیگار بکشین. بیایم اینجا. اومدم طبقه ششم، یه فضای به شدت آروم. اینجا در حقیقت لابی انتظار واسه سینماه، اما توی این طبقه ششم یه محیط به شدت جذاب، آروم، ساکت واسه مثلا گپ و گفتای خودمونی و دوستانه. یه اتفاقای خیلی خوبی اینجا افتاده و شرایطش فراهم شده که میتونید خیلی راحت بیاد از این فضا استفاده کنید. ویو خیلی جذابی داره. اگر اومدید پاساژ چارسو و بیکار بودید میخواستید استراحت کنید، بیاید طبقه ششمش و از منظره تهران هم میتونید لذت ببرید. الان شب شده، شاید زیاد معلوم نباشه، ولی باز یه سری تصویر از طبقه ششم بهتون نشون میدم. خب یه نکته دیگه ای که پاساژ چارسو نسبت به باز علایالدین که توی قسمت قبلی ویدیوشو گذاشتم داره، یه نکته مثبت اینه که اینجا پارکینگ داره. فکر کنم 4 طبقه پارکینگ داره که ظرفیتش هم خیلی زیاده، یعنی با ماشینتون خیلی راحت میایید، میتونید بیاید اینجا. البته این رو هم بگم، اگر بخواید برید علایالدین یا بازار موبایل، هم بازار موبایل که خودش پارکینگ داره، اگه بخواید برید علایالدین هم میتونید بیاید ماشینتون رو بذارید اینجا و بعد برید علایالدین. یه نکته ای هم بگم، الان خیلی توی این ویدیو گفتم پاساژ چارسو نسبت به علایالدین، چارسو نسبت به علایالدین. این به خاطر این نیستش که میخوام این دوتا رو با هم مقایسه کنم، این به خاطر اینه که قسمت قبلی بازارگردی ما توی پاساژ علایالدین بود و من چون اون ویدیو رو براتون گذاشتم و شما دیدین و میدونید که چه اتفاقاتی افتاده، به خاطر همین این پاساژ رو با اونجا مقایسه میکنم. اینم از فضای پارکینگش که فکر کنم اینجا پارکینگ منفی 3، پارکینگ منفی 4 و منفی 5 داره، منفی 2، منفی 1، فکر کنم 4-5 طبقه پارکینگ داره که ظرفیت خوبیه. خب بچه ها، اینم قسمت دوم بازارگردی ها، پاساژ چارسو. همونطور که دیدین اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنم، طبقه همکف نمایندگی هایی هستن که میتونید برید با گوشی کار کنید و از خودشون هم خرید کنید، ولی نکته اینجاست که قیمت نمایندگی ها معمولا بالاتر از مغازه های دیگه است. طبقه اولش که بیاین گوشی های لایو دمو خیلی کمتره و کمتر میتونید با گوشی کار کنید، ولی خب قیمت های مناسب تریه و فروشگاه شخصی ان و جای خوبیه واسه خرید، بد نیست. اگر که یه یوزر معمولی هستین و قیمت مثلا 50 تومن 100 تومن گرونتر نسبت به علایالدین براتون زیاد مهم نیست. اینجوری نیستش که همه گوشی ها اینجا گرونتر از علایالدین باشه، اصلا اینجوری نیست، ولی فروشگاه هایی که اینجا هستن فروشگاه های شخصی هن و خوش برخوردن تقریبا، و طبقه اولش جای خوبی هست واسه خرید واسه یوزرهایی که حوصله و اعصاب رفتن تو پاساژ علایالدین رو ندارن. طبقه دوم، سوم، چهارمش هم که دنیای لوازم جانبیه، ولی اتفاقی که میفته اینه که من نمیدونم، حس میکنم زیاد جدی نگرفتن کسایی که کار میکنن. خیلی هاشون، البته خیلی ها خوب کار میکنن، ولی زیاد دیدم که مغازه ها توی تایمای پیک بازار و پاساژ بستن. طبقه پنجمش هم که فود کورت و سینما و میتونید بیاید بعد از خریدتون اینجا نهار یا شام بخورین، نوشیدنی‌های مختلف بخورین، استراحت کنید، و اینجا هم که طبقه ششمش بود و سالن‌های سینما هم طبقه بالاست. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. مثل قسمت قبلی که توی پاساژ علایالدین رکورد کردم، این فقط یه ریویو اولیه از پاساژ چارسو بود و توی قسمت‌های بعدی بخش بخش میام و نکته‌های این پاساژ رو بهتون میگم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و کامنتاتون باعث دلگرمی منه. خیلی مخلصم.